خوش اومدی رقیه جون، ممنونم که در این گفتگو هستی. اخیرا یه گزارش ازت منتشر شده در با اسم، یعنی عنوانش هست جانهای مجروح، که اشاره کردی به کسایی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی و بعد از مدتی در واقع عذاب کشیدن به خاطر صدماتی که حالا از ناحیه گلوله یا هر صدمه دیگه فوت کردن. اول به ما بگو که خب چطور شد که این عنوان رو انتخاب کردی و حالا داستان این افراد چیه؟ سلام لیدا جان، مرسی از اینکه من دعوت کردی، ممنونم. ببین، واقعیتش اینه که تو جریان اعتراضات خب ما با افرادی، با منابعی در ارتباط بودیم که رنج و دردی رو که خانواده ها کشیده بودن در کنار اینکه فرزندشون یا عزیزشون در واقع مجروح شده، داره آسیب دیده، داره رنج میکشه، داره درد میکشه. خب بعدش هم بعد از مدتی همین عزیزان جانشون رو از دست دادن، یعنی یک نوع رنج مضاعفی رو متحمل شدن. مثلا مشخصا در مورد ابوالفضل امیرعطایی، خب من پیج اینستاگرام مادرش رو فالو میکردم، اون شوق و ذوقی که این زن از لبخند زدن بچهش داشت، از اینکه امیدوار بود که به زندگی برگرده، امیدوار بود که حتی مثلا بتونه دستش رو فشار بده، اینها همه چیزایی بود که میشد دید و میشد احساسش کرد، ولی در نهایت این عزیزان جانشون رو از دست دادن. ابوالفضل مشخصا جان خودش رو در بعد از 8 ماه در بستر بیماری و در کما و در بیمارستان بستری بودن از دست داد، و خب اون رنج جان سپردن رو هم در واقع حکومت تحمیل کرد به خانوادش. شاید نزدیکترین مورد به حس و حالی که من داشتم اون روزها ابوالفضل امیرعطایی بود، نوجوان 16 ساله‌ای که 30 شهریور 1401، یعنی چند روز بعد از کشته شدن شینا، در میدان نمازی شهر ری تیر خورد. تیر که خدمت عرض کنم که در واقع گلوله گاز اشکاور رو از فاصله 1 متری بهش شلیک کردن. این بچه نصف جمجمش از بین رفته بود. خانوادش با درد و رنج زیادی او رو تا 8 ماه در واقع، یعنی واقعا واژه پرگور رو شاید بشه اینجا استفاده کرد، این بچه رو به شکلی نگه داشته بودن که با وجود اینکه نیمی از جمجمش از بین رفته بود، مغزش آسیب دیده بود، 8 ماه نگهش داشتن. در نهایت در روزهایی که خیلی امیدوار بودن که به زندگی برگرده، چون لبخند زده بود توی بیمارستان و علائم حیاتیش بهتر شده بود، جان شیرینش رو، جان نوجوانش رو از دست داد. مورد دیگه که خیلی در واقع ناراحت کننده بود، مورد خانم زربیبی اسماعیل زهی بود، یه شهروند 60 ساله مسن که رهگذر بوده، یعنی فقط خونش از قضا اون روز، روز 8 مهر 1401، یعنی جمعه خونین زاهدان، نزدیک محلی بوده که سرکوبگران جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن به روی مردم گلوله باز کنه. ایشون نوه 1.5 سالش رو زیر بغلش زده بوده، رفته بوده توی حیاط، که یعنی بیرون از حیاط، بیرون از در ایستاده بوده که صدای وزوز میشنوه. اینا رو خودش توی ویدیو توضیح داده به زبان بلوچیه، ولی خب ویدیو زیرنویس شده. در واقع صدایی میشنوه و مشخص میشه که اون یه تیر کلاشینکوف بوده که به کمرش، ناحیه کمرش برخورد میکنه، کلیه‌هاش رو تحت تاثیر قرار داده بود. ایشون چند ماه در بستر بیماری بود، به طور خیلی مستمری در واقع عفونت میگرفت به خاطر اینکه زخمش زخمه بزرگی بود و خدمات درمانی مناسبی براش ارائه نشده بود. مورد دیگه‌ای که شاید خیلی 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 ناراحت کننده بود، در واقع اگر که بخوام دقیق تر بگم، آرمیتا گراوند بود، به واسطه اینکه حکومت 1 ماه دروغ گفت
یک ماه دوربین هاشون رو بردن جلوی بیمارستان. خانواده ای که نگران جان بچه 16 سالشون بودن رو مجبور کردن که جلوی دوربین بیستن و روایت سخیف و روایت دروغین حکومت رو تکرار بود. خب همه احتمالا میدونن که آرمیتا دختر 16 ساله بود که روز 9 مهر میخواست بره مدرسه، مثل همیشه در واقع مغنش رو انداخته بود روی شونش، این تو تصاویری که مترو تهران هم منتشر کرده هست. داخل مترو در واقع وقتی که وارد مترو میشه، یک زن آتش به اختیار، کسی که مشابه در واقع آخوندی که چند روز پیش به یک مادر قومی در واقع حقوقش رو ضایع کرده بود، ازش تصویر برداری کرده بود، خب با این خانم وارد درگیری لفظی میشه آرمیتا و او آرمیتا رو هل میده، سر این دختر بچه برخورد میکنه به بدنه مترو، به کما میره و نهایتا یک ماه بعد جانش رو از دست میده. ما بعدا فهمیدیم که آرمیتا یه روز که داشته میرفته بیرون، خواهرش اینو در اینستاگرامش نوشته بود، یه روز که داشته میرفته بیرون پدرش بهش میگه که دخترم رو سریع تو سر بکن، ممکنه برات مشکلی پیش بیاد. اون میگه که یه روزی شما به موهای من افتخار خواهید کرد. و من فکر میکنم که هر کسی که این جمله رو شنیده و ذره وجدان داشته، واقعا به این دختر شجاع افتخار کرده، به اینکه جان جوانش رو گرفتن و یک ماه تو اون شرایط خانوادش رو تحت شدیدترین فشارهای امنیتی گذاشتن، این هم واقعا روایت دردناکه. مهدی زارم یکی از صدها هزار نفری بود، ده ها هزار نفری بود، ده ها هزار نفری بود که زمان اعتراضات بیرون از ایران در دانشگاه بولونیا ایتالیا درس میخوند. بعد از اون برگشت به ایران، موقتا برگشته بود برای اینکه خانوادش نیاز به حمایتش داشتن. بعد از اون در واقع وقتی برگشت به ایران بازداشت شد، بعد از آزادی با وثیقه در آذر ماه همین سال جاری به کما رفت و 20 روز بعدش در بیمارستان جان باخت. این روایتی که عفو بین الملل منتشر کرده، یکی از دوستانش به رادیو فردا گفته بود که تحت بازداشت شکنجه شده. بی بی سی فارسی هم یه گزارش دیگه ای منتشر کرده بود، مبنی بر این که در واقع وقتی پیکرش رو تحویل دادن، بینیش و دندانهاش در اثر شکنجه شکسته شده بوده. این هم خیلی دردناکه به واسطه این که در واقع محبت به وطن، عشق به وطن چیزیه که حتی بیرون از مرزها هم توی جوانای امروزی ما خیلی داریم میبینیمش. دونستن این روایت ها، منتشر کردنشون، صداشون بودن چیزی که خیلی کمک میکنه به اینکه جنبش دادخواهی ما همچنان ادامه داشته باشه. همینطوره. خیلی ممنونم ازت، مرسی از اینکه در این مصاحبه بودی و در رابطه با این گزارش مهم صحبت کردی.